پس از آنکه شهردار راست افراطی شهر بندری منفالکون در جنوب ایتالیا اقامه نماز مسلمانان را ممنوع اعلام کرد هزاران تن از مسلمانان ایتالیا به این تصمیم اعتراض نموده و واکنش نشان دادند این تصمیم شهردار جنجال و انتقاداتی را برانگیخته است و بسیاری آن را تبعیض آشکار و نقض آزادی مذهبی می‌دانند فعالان حقوق مسلمانان این ممنوعیت را به عنوان بخشی از روند گستردهتر احساسات ضد مسلمانان در این کشور اروپایی تلقی می کند. علی اکبری گزارش می دهد. شهر بندری منک فالکونه در جنوب ایتالیا دارای جمعیت حدود سی هزار نفر است. چنین روند مثبت جمعیتی معمولا خبر خوبی در کشوری است که با نرخ زاد و ولد به سرعت در حال کاهش است. اما در منفالکونه جایی که شهر دارش با روی کرده افراط برنامه های ضد اسلامی را پرورش داده این افزایش جمعیت استقبال نشده است روند رشد مثبت جمعیتی در این شهر حاشیه به یمن حضور مهاجران عمدتا کشتی سازان مسلمان بنگلادشی و سایر گروه های خارجی بوده است بر اساس گزارشها شهردار شهر, شهر بندری مونت در جنوب ایتالیا که مورد حمایت نخست وزیر کنونی ایتالیا است اخیرا تصمیمات ضد اسلامی وی جنجال های تازه ای را ایجاد کرده است این شهردار راست افراطی رسما دستور ممنوعیت عبادت و اقامه نماز مسلمانان در اماکن عمومی و مراکز فرهنگی این شهر را صادر کرده است به دنبال این تصمیم بیش از 8000 نفر از جامعه مسلمانان این شهر دست به تظاهرات گسترده زده و این اقدام را تبعیض آشکار و نقض آزادی مذهبی دانستند. آنان همچنین این ممنوعیت را به عنوان بخشی از روند گسترده تر احساسات ضد مسلمانان در جامعه ایتالیا تلقی کردند. ساکنان و مسلمانان این شهر میگویند طی بیش از دو دهه گذشته در آرامش کامل زندگی میکردند اما دستور شهردار برای ممانعت از اقامه نماز کمپین نفرت و مسمومیت علیه جامعه مسلمانان ایجاد کرده است این در حالی است که با به قدرت رسیدن حزب راستگرای افراطی به رهبری جورجیا ملونی یک قانون بحث برانگیز پیشنهاد شده توسط ائتلاف راست افراطی حاکم مسلمانان و عبادتگاه های آنها را دوباره به کانون گفتمان سیاسی ایتالیا آورده است در صورت تصویب این قانون می تواند بیش از هزار مکان عبادت اسلامی را تعطیل کند چشماندازی که زنگ خطری را در جامعه ی میلیون نفری مسلمان کشور ایتالیا ایجاد می کند سیاست مدران اپوزیسیون نیز علیه لایحه‌ای که به عقیده آنها خلاف قانون اساسی و نوعی تبعیض غیر قابل قبول است مخالف هستند این لایه که توسط حزب برادران ایتالیا نخست وزیر جورجیا ملونی ارائه شده است فضاهای نمازی را که در مساجد نیستند یا مکانهایی که هرگز مجوز رسمی برای استفاده برای عبادت دریافت نکردند مانند اماکن سازمانهای مختلف فرهنگی مسلمانان را هدف قرار می دهد این لایحه که هدف آن محدود کردن این مکان هاست مقرراتی دارد که تنها در صورتی اجازه می دهد که فعالیت های مذهبی مورد نظر با توافق با دولت ایتالیا تنظیم شود. کارشناسان می گویند مجوز برای استفاده از یک ساختمان به عنوان مکان عبادت همیشه یک فراینده بسیار طولانی دست و پاگیر و پرهزینه در ایتالیا بوده است. تلاش برای ساخت مساجد اغلب با خصومت مقامات محلی و مردم مواجه شده است که باعث شده چندین پروژه در سراسر کشور در بلا تکلیفی بروکراتیک باقی بماند به گفته رهبران مذهبی و کارشناسان به همین دلیل است که مسلمانان در ایتالیا مجبور به افتتاح چنین مراکز فرهنگی و استفاده از آنها به عنوان نمازخانه شدند فعالان حقوق مسلمانان در ایتالیا میگویند با روی کرده حزب راستگرای افراطی حاکم خطر مسدود شدن بیش از هزار مرکز فرهنگی و انجمنهای اسلامی در این کشور وجود دارد علی اکبری اخبار شیعه ساعتی قبل گفتگوی داشتم با محمد الهام روزنامه نگار ساکن میلان و از ایشان پرسیدم ممنوعیت اقامه نماز در شهر منفالکن ایتالیا بر اساس چه بوده و پیامدهای آن در کوتاه مدت و بلند مدت چیست؟ با هم ببینیم. ممنوعیت اقامه نماز در اماکن عمومی در شهر منفالکونی در جنوب ایتالیا از همان سیاست کلی حزب برادران به رهبری جورجیا میلونی نخست وزیر کنونی ایتالیا منشأ می‌گیرد. که در سال 2022 پس از به قدرت رسیدن چندین پیشنویس قوانین ضد اسلامی و ضد مهاجرتی را پیشکش کرد در صورت تصویب این قوانین می باعث مزدود شدن بیش از هزار مرکز فرهنگی و انجمنهای اسلامی شود در کوتاه مدت و در دراز مدت این گونه اقدامات شگاف اجتماعی در جامعه را بیشتر می و باعث بروز تنش های مداوم می